فصل هفتم. و اما درباره چیزهایی که به من نوشتید، بهتر است که مرد مجرد بماند، ولی چون اطراف ما پر از وسوسه های جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زنی برای خود شوهری داشته باشد. زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن اختیار بدن خود را ندارد زیرا او متعلق به شوهر خیش است و همچنین مرد اختیار بدن خود را ندارد زیرا به زن خود تعلق دارد. یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید مگر با رضایت طرفین برای مدتی از یکدیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید. اما پس از آن روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد. مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید. این یک قانون نیست. این امتیازی است که به شما میدن. کاش همه شما در این مورد مانند من باشید. اما خداوند به هر کس استعداد خاصی داده است. به یکی یک جور و به دیگری به نحوی دیگر. به افراد مجرد و بیوه زنان میگویم. برای شما بهتر است که مانند من مجرد بمانید. ولی اگر نمی توانید جلوی امیال خود را بگیرید ازدواج کنید، زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است. برای متأهلان دستوری دارم که دستور خودم نیست بلکه از جانب خداوند است. یک زن شوهردار نباید شوهرش را ترک کند، اما اگر چنین کند یا باید تنها بماند و یا اینکه دوباره با شوهرش آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد. به دیگران میگویم، این را من میگویم نه خداوند. اگر مردی مسیحی زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. و همچنین زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نباید شوهرش را ترک کند. زیرا شوهر بی ایمان به وسیله زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بی ایمان نیز به وسیله شوهر ایماندار خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت. در غیر این صورت فرزندان شما نجس می بودند، حالان که اکنون از مقدسین هستند. اما اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر مسیحی خود را ترک کند، مختار است. در این گونه موارد همسر مسیحی چه زن و چه شوهر دیگر مقید نیست، زیرا خدا ما را برای زندگی آرام خوانده است. ای زن، از کجا معلوم که شوهرت به وسیله تو نجات نیابد؟ و ای مرد، تو از کجا می‌دانی که وسیله نجات زن خود نخواهی شد؟ به هر حال هر کس در آن حالی که خدا برایش معین نموده و او را در آن حال خوانده است بماند. دستور من در تمام کلیساها این است: آیا مرد مختونی دعوت خدا را پذیرفته است، چنین شخص آرزوی نامختونی نکند. آیا کسی در نامختونی خوانده شده است، او نیز نباید مختون شود. مختون بودن یا نبودن اهمیت ندارد، آنچه مهم است اطاعت از فرمانهای خداست. پس هر کس باید در همان حالتی بماند که در آن دعوت خدا را پذیرفت. آیا در بردگی خوانده شده ای؟ از این ناراحت نباش، اما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری، آن را از دست نده. زیرا غلامی که به اتحاد با خداوند دعوت شده باشد، آزاد شده خداوند است. همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند را پذیرفته است، غلام مسیح می باشد. شما به قیمت گزاف خریده شده اید. پس به بندگی انسان تن در ندهید. بنابراین ای برادران، هر کس در همان حالتی که در آن خوانده شده بماند، ولی با خدا زندگی کند. در خصوص افراد مجرد از طرف خداوند دستوری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است، عقیده خود را اظهار می‌دارم. با توجه به اوضاع وخیم فعلی، بهتر از هر کس همان گونه که هست بماند. آیا متأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش. آیا مجرد هستی؟ در فکر ازدواج نباش. اما اگر ازدواج کنی گناه نکرده ای و دختری که شوهر کند مرتکب گناه نشده است، ولی زن و شوهر در این زندگی دچار زحمات خواهند شد و من نمی خواهم شما در زحمت بیفتید. ای برادران، مقصودم این است:
وقت زیادی باقی نمانده است و از این پس حتی آنانی که زن دارند باید طوری زندگی کنند که گویا مجرد هستند. عزاداران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی کنند که گویی خوشی را فراموش کردند و خریداران طوری رفتار کنند که گویی مالک آنچه خریدند نیستند. و کسانی که به کارهای دنیوی اشتغال دارند طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند، زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت. آرزوی من این است که شما از هر نوع نگرانی به دور باشید. مرد مجرد به امور الهی علاقه‌مند است و می‌خواهد خداوند را خوشنود سازد. اما مرد متأهل به امور دنیوی علاقه‌مند است و می‌خواهد همسر خود را خوشنود سازد و به این سبب او به دو جهت کشیده می‌شود. همانطور یک زن مجرد یا یک دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح مقدس باشد. اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می‌خواهد شوهر خود را خوشنود نماید. برای خیریت شما این را می‌گویم و مقصودم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم، بلکه می‌خواهم آنچه را که صحیح و درست است انجام دهید و بدون هیچ اشتغال خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید. با وجود این، اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی‌انصافی می‌کند و دختر او از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند و اگر او می‌خواهد دخترش ازدواج نماید، گناهی مرتکب نشده است. اما اگر پدری از روی میل و اراده خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته است که دختر خود را باکره نگاه دارد، کاری نیکو می‌کند. پس شوهر دادن دختر نیکو است، ولی شوهر ندادن او نیکوتر است. زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است، با هر کسی که می‌خواهد ازدواج نماید، به شرط اینکه آن مرد نیز مسیحی باشد. اما به عقیده من، اگر او مجرد بماند شادتر خواهد بود، و گمان می کنم که من نیز روح خدا را دارم.